درود میفرستم خدمت همه شما عزیزان و سروران در هفته که گذشت یعنی هفته ای که گذشت اخبار مرگ یک فرمانده آمریکایی با دو فرمانده اسرائیلی منتشر شد مرگ ها مشکوکه در مورد خیلی جالب و سکوت رسانه ای رسانه های ایران ستیز فارسی زبان بسیار بسیار واقعا هم تو زخ میزد و هم مشهود بود و دوست دارم که در این ارتباط برنامه ای داشته باشیم ببین بررسی کنیم چه اتفاقی افتاد در هفته ای که گذشت قبلش هم یکی دو تا دیگه فرماندهی آمریکایی در پایگاه های خلیج فارسشون به صورت بسیار مشکوک و بدون که خبری هم اعلام کنن که جزئیات مرگشون رو بگن فوت شده بودن اما این سه تا مرگ اخیر دیگه قضایی رو یک مقدار برای ما روشنتر کرده و میخوایم اینو یک مقدار رمزگشایی کنیم یکی از کسانی که اولا فرمانده آمریکایی خبرش رو در حقیقت 26 جوان اومدن مطرح کردن تاریخ ها رو توجه کنید 26 جوان خبر مرگ آقای جیمز دی ویلیس منتشر شد گفتن این آقای ویلیس در حقیقت در قطر از فرماندهان ارشد بوده فوت شده چیزی که در مورد جزیات شخصیت این آدم مطرح کردن ایشون از اسکانداران تعمیرات سنگین نیروی هوایی آمریکا بوده مغز متفکر در عملیات های پهبادی آمریکا بوده و گفتن که ایشون در یکی از افسران ارتش آمریکا بوده در قطر که بعد پنتاگون در 26 جوان اعلام کرد که ایشون کشته شده یعنی فوت شده و دلیل مرگ رو بیان نکردن و خیلی جالب بود که فقط پنتاگون گفت ایشون از اعضای بسیار با ارزش تیم ما بود متاسفانه ایشون فوت شده و جزئیاتی از مرگ ایشون رو بیان نمیکنه این 26 همه جوان رو داشته باشه تا برسیم به اول جولای یعنی پنج روز بعد خبر مرگ از این آقای چیز بعد یکی تا از رسانه هاشو این الان رسانه بسیار معتبر میلیتاریری تایمزه این میلیتاری تایمز اخبار نظامی ها رو بیان میکنه و اینجا نوشت که این آقای ویلیس در قطر فوت شده ولی جزئیاتی رو مطرح نمیکنه پنج روز بعد خبر مرگ در حقیقت آقای اینم آقای ویلیسه اخباری که منتشر شد تو رسانه پنج روز بعد خبر مرگ این شخصیت که تصویرش رو دارید میبینید آقای شارون اسمان مطرح شد از فرماندهان اسرائیلی ایشون هم مغز متفکر بوده گفتن در حین تمرینات در پایگاهی در شهر نتانیای فلسطین اشغالی ایشون متاسفانه اونا داشتن میگفتن متاسفانه از نظر ما که برو باباشون گفتن در حین تمرینات رزمی متاسفانه مثلا کشته شد و فوت شد و و ایشون از بین رفته و خیلی جالب بود ایشون دوشنبه یعنی چهار روز قبل از مرگشون ایشون فرمانده تیپ ناحال ارتش اسرائیل رو بر عهده گرفته بود و گفتن ایشون هم کشته شده و رسانه هارتز هم خبرش رو زده خیلی جالبه من دیدم که مادر اینا مادر و پدر ایشون هم یک صحبتی کردن به زبان ابریه دو سه خطش رو دوستان برای من ترجمه کردن که براتون میگم ولی دوستانم اول صحبت پدر مادر این آدم رو گوش کنید و خیلی جالبه اینو در نظر داشته باشید با توجه که الان کانال دوازده ای اسرائیل هم از تشریج جنازه این فرد رفته گزارش تهیه کرده و وا پدر مادر ایشون هم صحبت کرده رسانه‌های فارسی زبان مطلقا سکوت کردند و خیلی جالب رسانه‌های صحونیستی مناط اصلا هیچ چی نمیگه پدر مادر ایشونو نگاه کنین چی میگن بسوره دبرکه خولابل بمث شروط ايا كيلو يلت مشلام يلت موخط كلامه ابو تو ان احد شي اخول اجد لو مشو جلفس ميلال او توفا خمیسه یמים خلفوا مع تراجدیه شبا نفتر الف مشنه شרון اسمن ذکروا لبرخه و اوراب עדיין מתקשים להקל, שלא יראו שוב את בנם. תמיד דאגתי ודאגנו שנינו שיקרה לו משהו בצבא, כאילו במלחמות, בפיגועים, ב... לא יודעת איפה. קיבלנו הלם, כי באמת זה שרון... זה לא הלם, זה, זה פשוט זה לא מעולם הזה. לא... הוא לא היה חולה, הוא לא היה כל... כאילו בחור בריא, ספורטאי, באים אליי חיילים. אני הייתי באיזשהו הלם. تا همینجا گزارش حالا طولانی تر این کانال دوازده تا همینجا فکر کنم کفایت میکنه و پدرمادر ایشون دارن میگن که دقیقا دو خطشه که ترجمه کردن دوستان برای من ای والدین این جنرال سحیانیست میگن که شارون بیمار نبود هیچ مریضی نداشت هی سالم بود و سرحال به ما گفتن اون مرده گفتیم چطور گفتن داریم بررسی میکنیم در حالی که برخی از اخبارهای ابتدایی گفتن که ایشون در حین تمرین در اون پایگاه در حقیقت پایگاه نظامیشون در ناهال که در شهر نتانیای فلسطین اشغالی در حقیقت فوت شده خب این هم خبرش در حقیقت اول جولای من یعنی پنج روز بعد از خبر مرگ آقای ویلیس آمریکایی که در 25 جون اومده بود حالا خبر بعدی در دو فردای این روز میاد دو جولای میاد خب اول جولای خبر شارون میاد خبر مرگ بعدی خبر دوم جولای هست که این خانومه که از افسران نظامی اسرائیل هست به نام خانم شایلی وسلن و اعلام کردن ایشون یک افسر سواره بوده و این افسر سواره در بر اثر سکته قلبی فوت شده خیلی جالبه خانواده ایشون هم در همین گزارشی که در رسانه های اسرائیلی فردای مرگ در حقیقت آقای شارون که منتشر شد انتشار دادن گفتن که اینم هیچ مریضی اینا نداشته و البته در خبری که در مورد خانم در حق شایلی وسلن میاد میگن ایشون در 25 جون در حقیقت فوت شده و خیلی جالب بود برای آقای مثلا شارون و میگن همون روز همون روزی که خبرش مثلا چیز شده منتشر شده میگن همین روز فوت شده ولی ایشونو در حقیقت هفت روز بعد از مرگش اعلام میکنن در 25 جون میگن مرده ولی خبر در دوم جولای منتشر میشه یعنی هفت روز بعد از مرگ ایشون خبر رسانه ای میشه و 25 جون که میگن ایشون که مثلا فوت شده بر اثر سکته قلبی خبر آقای ویلیس آمریکایی 26 در حقیقت جون منتشر شده اما حقیقت داستان چیه این سه مرگ بسیار مشکوکه حالا براتون میگم من یک فلش بک میخوام بزنم یک عملیاتی رو ایران تقریبا دو ماه پیش انجام داد که من برنامهش رو ساختم گفتم کلاه ثبت های ایران رفتن در مقر موساد در اربیل عراق و یک عملیاتی انجام دادن هشت دقیقه بچه های کلا ایران این عملیات رفتن انجام دادن شو ساختم که اونجا چند تا اسرائیلی کشته شدن فرمانده اسرائیلی و عکسش گذاشتم و گفتم در عرض 8 دقیقه ایران رفته در پایگاه موسا در اربیل عراق و به خاطر اون عملیاتی که استرالیا در نتنز ما انجام دادن ما رفتیم اونجا عملیاتی انجام دادیم در عرض 8 دقیقه چند تا از این فرماندهان اسرائیل رو اونجا در حقیقت ارتش ایران کلاه سبزهای های ایران رفتن در عرض 8 دقیقه اینها رو تارومار کردن چند تاشون رو کشتن و خیلی جالبه بهتون بگم کلی از اسناد این مرکز موساد در اربیل عراق هم در حقیقت به سرقت برده ایران و اینا رو برداشتن بعد هم با هلیکوپتر اومدن و اینا سوار هلیکوپتر شدن فورا اینا رو برگردن یعنی یک عملیات در ارض با هلیکوپتر ایران رفته اینا رو پیاده کرده هشت دقیقه انجام دادن عملیات رو برگشتن و همون موقع فرمانده نیرو زمینی ایران در حقیقت مدال شجاعت و اینا رو گرفت و توسط آقای سردار بزرگ ایران آقای باقری مدال شجاعت رو گرفت و خب ما این برنامه رو ساختیم دوباره خیلی از براندازا خاک اندازا اینا که کلا 43 ساله چند میدوناشون تو حال منتظر برگردن اینا شروع کردن مسخره کردن در حالی گفتم خیلی جالبه این عملیات 8 دقیقه‌ای همش فیلم برداری شده همه اینها فیلم برداری شده و اینها در آینده منتشر خواهد شد اما بعد از این عملیات بود که خب به اسرائیلیا خیلی فشار اومد و برای تامین امنیت خودشون رفتن با آمریکایی‌ها صحبت کردن گفتن ما نیاز داریم یک پایگاه جاسوسی داشته باشیم در اربیل عراق اگه یادتون باشه همون موقع آقای بارزانی و خانواده بارزانی و در حقیقت دولت مزدور بارزانی ها در اربیل عراق اومدن تکسیب کردن گفتن اصلا اسرائیلیا اینجا پایگاهی ندارند. و حتی یک فشاری هم آوردن بر روی برخی از خبرنگاران ایران که در داخل ایران به حال اینا نفوذ داشتن که آقا این خبر کار نکنین ما اصلا پایگاه موسادی نداریم و اینا به خاطری که براشون گرون تموم میشه که علنی بشه که موساد در اربیل عراق در حقیقت پایگاه داره اما اسرائیل رفتش دست به دامن آمریکا شد گفت آقا جا من پایگاه مثلا اینجوری بوده اینا شناسایی کرده اینا اگر بشه ما یک ساختمونی از توسط شما آمریکا یا در در کنسولگری آمریکا در اربیل عراق بگیریم که دیگه دوچار یک همچین عملیاتی نشیم که اینقدر تحقیر بشیم و به صورت تحقیر شده فرمانده هامونو از دست بدیم و اسنادمون توسط ایران سرقت بشه پایگاه اسرائیل قرار میشه بیاد در کنسولگری آمریکا در اربیل عراق خبر مرگ آقای ویلیس 26 خبر این خانم در حقیقت براتون گفتم خانم ویتلند که الان منتج اکسشو گذاشتم در دوم جولای خبر منتشر میشه ولی میگن مرگش 25 بوده آقای شارون هم که همون اول جولای هر ستای اینها در یک زمان مشخص در حقیقت در تاریخ 24, ج... 24 جوان 24 جو یا 24 جون در اربیل عراق بودن به خاطر که پایگاه جاسوسی اسرائیل قرار بوده افتتاح بشه و دو فرمانده آمریکایی با این افسر سواره اینا بلند شدن با چند تا دیگه از این مقامات اسرائیلی برای این پایگاه و این آقای ویلیس از پایگاه قطر بلند میشه میره در اربیل عراق در کنسولگری آمریکا که این پایگاه رو که دارن درست میکنن ایشون تحویل آقای شارون بده این ساختمون رو ایران شناسایی میکنه در درون کنسولگری آمریکا تو روز افتتاح در روز معارفه که آقای ویلیس میخواسته این پایگاه رو در اختیار آقای شارون بذارن و مراسمشون رو انجام بدن و مراسم در حقیقت تحلیفشون رو انجام بدن میگن آقا بفرما این ساختمون تحویل شما و مقامات اسرائیلی اونجا میان همه لونه زنبور بوده همه جمع شدن و ایران یک عملیات پیچیده که پهبادی انجام میده ایران با سه تا پهباد این هم فیلم برداری شده و در آینده در وقت مناسب خود ایران به هر حال هر زمان مناسب ببینه دیدید بارها خیلی فیلم ها رو منتشر کرده و منتشر خواهد کرد میاد عملیات انجام میده و تمام این ساختمون رو با پهپاد از بین میبره و اینها کشته میشن اما اینها خب اسرائیل عموما تلاش میکنه که این اخبار کامل مخفی کنه انقدر اینها به هر حال افراد مهمی بودن هم برای آمریکا هم برای اسرائیل امکان مخفی کردن خبر مرگ اینا نیستش برای همین آمریکاییا و اسرائیلیا یک هفته بعد از این عملیات بزرگ که با سه تا پهپاد کل پایگاه اسرائیل در حقیقت اونجا از بین میره میان خبر رو دارن به صورت قطره ای برای کم اهمیت جلوه دادن خبر مرگ اینها رو برای اتفاقات آرزه قلبی و اینا مثلا میان مطرح میکنن حالا یکیشون مثلا تو تمرین مرده یکیشون گرفته همه هم با هم دیگه جالبه هم, هم با هم دیگه یه دفعه حالا خوبه باز اسرائیلیه یکی رو گفته آرزه قلبی یکی رو گفته در حین تمرین رزمی این آقای ویلیس که اصلا دیگه آمریکایی ها انقدر اینقدر که اصلا هیچی نگفتن گفتن حالا داریم تحقیق میکنیم و میان خبر اینجوری منتشر میکنن یک نکته خیلی جالب بود من دیدم که بارزانیا این دفعه چون خبر بعد منتشر شد که ایران با یک عملیات پیچیده پایگاه آمریکایی رو زده برای همین آمریکایی‌ها هم اومدن یکی دو تا پایگاه بچهای بلفر مقاومت رو زدن بعدم که جوابشون رو تو سوریه گرفتن حالا در همین مورد گزارش خیلی جالبی از نفیسه کوهنورد هست که یک برنامه جدا دارم در مورد نفیسه کوهنورد بعد از همین برنامه در ارتباط با گزارش خانم نفیسه کوهنورد از این عملیات پیچیده پهپادی ایران میخوام پرده بردارم و این تحلیل یک تحلیل روش بدیم و تحلیل جالبی میده یعنی خبر انقدر چیز دیگه نفیسه کوهنوردم میان میگه بله اصلا ایران مثل که پا رو خط قرمز آمریکا گذاشته و فلان و عملیات انجام دادن و برای آمریکا یه گرون تموم شده و معلوم نیست که داستان چی بوده و اینا حالا توضیح میدیم اون بر اون صحبت های خانم نفیسه کوهنورد رو منتشر میکنیم اما جالب بود بارزانی ها این دفعه سکوت میکنن دیگه تکسیب نمیکنن چون خبر اولی هم که دادیم که ایران در عرض 8 دقیقه عملیات توسط بچه های تکاور کلا سبت انجام داده اون هم درست بود این هم درسته برای همین برادران بارزانی دیگه سکوت میکنن خانواده بارزانی سکوت میکنن و اینجا یک رجزی من برای اینا بخونم خانواده بارزانی تا زمانی که پالسای نوکر صفتیشون رو برای تهران میفرستن میتونن سرجاشون باشن ولی بدانن ما خیلی خوب میدونیم شما مزدورید مزدور اسرائیلید مزدور آمریکایید الان به خاطر پالسای قربون صدقه و پالسای در حقیقت ضعف و پالسای در حقیقت چاکر مسلکی که برای تهران میفرستید فعلا سر جاتون هستید به وقت مناسبش تکلیف شمایی که اقلیم کردی عراق و در اختیار پایگاه های جاسوسی اسرائیل هم قرار دادید و در حقیقت یک جورایی شبه اسرائیل دوم رو در اقلیم کردی عراق ایجاد کردید به هنگامش ایران پاسخ شما خواهد داد تعارف نداره ایران با هیچ کی تعارف نداره این عملیات های بزرگه سکوت خبری رسانه های فارسی زبان ایران ستیز و انتشار اخبار به این شکل که آقا اینا برای مرگ نامعلوم بوده به خانواده‌هاشون میگن در دست بررسی است نشانگر عمق داستان هست و عمق اهمیت داستان هست و این قدرت شناسایی ایران دست ایران بالای سر همه دستاست و در این حوزه ایران داره با اقتدار جلو میره و برای استرالیا خیلی گران تمام شده تو روز افتتاح پایگاه جدید جاسوسیشون در 24 جون در کنار فرماندهان آمریکایی و اسرائیل و بلندپایه‌شون کشته شدن اما نکته جالبتر یک ناسان دیگه است مهمترین مسئله اینجاست که قبلش هم یکی دو تا دیگه آمریکا کشته شدن. آقای ویلیس ما گفتیم که هم آقای ویلیس هم آقای شارون هر دو تا متخصصان عملیات پهپادی هستند. و حتی آقای ویلیس آقای شارون هم جز متخصصان جمعوری اطلاعات نظامی بوده هر دوتای اینها در مرگ و ترور ناجوان مردانه سردار سلیمانی شرکت داشتند. تا اینجا کار ایران میدونه که نزدیک 20 فرماندهان اسرائیل و آمریکایی در رأس عملیات ترور سردار سلیمانی بودند. تا اینجا کار طبق گزارشات چهار نفر از این افراد کشته شدن یک فرمانده آمریکایی بود که نزدیک یک ماه پیش خبرش اومد از پایگاه خلیج فارس الان آقای ویلیس آقای شارونه و یک نفر دیگه هست به نام آیت الله مایک هلیکوپتر ایشون هم در افغانستان سقوط کرد و اصلا خبری ازش منتشر نکردن و خیلی تا اینجا کار چهار نفرش یعنی آیت مایک هم در افغانستان ایران موفق شد که بزنتشینا. و چهار نفر از این 20 نفر تا اینجا کار فوت شدن ما میگیم کار جمهوری آقا اصلا تمام این چیزهایی که ما گفتیم بریز دور کار خداست دیگه چهار نفرشون آرزه قلبی و هنگام تمرین و فعلا چهار نفر از 20 نفر که در ترور سردار سلیمانی شرکت داشتن در رأس امور نظامی بودن از بین رفتن این در حقیقت پیام خیلی روشنی هست و ایران قرار نیستش که ارسل ترک کنه و کاری خواهد که دیکته خواهد کرد که, که خواهد کرد که هر که صحنه توسط دشمنان هست و این حقایق رو خواهید دید که پیاده سازی میشه چون ایران برنامه مدون قوی داره و به یاری اهورامزدا میره جلو این خبر خیلی ها به من گفتن که آقا داستان چیه که این فرماندهانه اسرائیلی و آمریکایی دارن یکی یکی در حقیقت خبر مرگشون میاد این که خبر مرگشون میاد خیلی خوبه این کل داستان بود که خواستم براتون توضیح بدم اینا همشون در یک جا در یک زمان در افتتاح پایگاه جاسوسی موساد در کنسولگری آمریکا در اربیل عراق توسط سه پهپاد بزرگ ایران رفتن و کلا رفتن دیگه رفتن اون دنیا یا هر دنیایی که هست کلا از این دنیا رفتن در حال امیدوارم برنامه مفید بوده باشه اطلاعاتی رو که دادیم این اطلاعات اولا خیلی موثقه و بهتون گفتم هم عملیات گذشته هم هم این عملیات فیلم برداری شده و جمهوری اسلامی در آینده من مطمئنم که این فیلم ها رو دارم تحلیل میکنم اینجا مطمئنم که این فیلم ها رو در هنگام مناسبش منتشر خواهد کرد و زمانش که برسه جمهوری اسلامی بدونه که منو شما بخوایم یا نخوایم این فیلم ها رو منتشر خواهد کرد. قربونتون برم شب روزگار خوش این بخش برنامه رو میبندم و همه شما عزیزان و خوبان بهرام از ایران میسپارم. بدرود پاینده ایران.